من به شما جوان ها عرض می کنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعد معنویت گرا. امروز که توفیق یافته ایم تا به محضر شما برسیم، خود را در آغوش پدری میبینیم که عزت و اقتدار و پیشرفتمان را مدیون رهبری حکیمانه او هستیم. ما به این پیشرفت و اقتدار افتخار میکنیم و این افتخار وقتی بیشتر میشود که میبینیم این عزت و سربلندی را نه در ناز و نعمت، بلکه در میان حجمه ها و سنگ اندازی ها و تحریم ها و 8 سال جنگ تحمیلی و هزاران توطئه استکبار جهانی به دست آورده ایم. آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار بگیرید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی خوش آمدید عزیزان من. جلسه بسیار شیرین و مطلوبی است برای من. حضور جوانها با این نشاط، با این شور، با این حرفهای خوب، با این منطقهای شیوا، با این برنامه‌هایی که انجام گرفت، حقیقتا جلسه ما رو جلسه شیرینی کرد و امروز برای من
روز به یاد موندنی خواهد بود انشاءالله. اولا یک کلمه در باب ماه رجب عرض بکنیم، یک بعد لطیف معناگرا در انسان وجود داره، هر انسانی. خب انسان مجموعه ابعاد مختلفه، غرایز هست، امیال هست، نیازها هست. یک بعد معناگراست در هر انسانی، همه انسان ها. این بعد بسیار لطیفی است. در سنین جوانی لطافت این بعد و شفافیتش بیشتره، زلالتر است. این بعد را اگر بتوانیم ما آحاد بشر تقویت کنیم در خودمون، بقیه ابعاد ما رو هدایت خواهد کرد، نه اینکه بعد معنوی و معناگرا جلو غرایز رو، جلو نیازها رو، جلو تعقل و خردورزی رو بگیره. نه، همه اینها به جای خود محفوظه. این بعد معنویت و معناگرایی در انسان همه این ابعاد دیگر رو هدایت میکنه، اگر باقی بمانه در ما، اگر تقویت بشه. آدمهای خبیثی که در دنیا مشاهده میکنید، یا ظالمن یا سفاکن یا پول پرستن یا شهوت پرستن یا شکم پرستن، که ابعاد مادی بر وجود اینها غلبه کرده، اینا کسانی هستند که اون بعد معناگرا را، معنویت گرا را در خودشون رشد ندادند، به تدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعد معنویت گرا. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضانه، بهار معنویته. شماها هم همطور که آقای حاجی اکبری فرمودن مظهر بهار انسانیتید، چون در بهار عمر قرار دارید. از این بهار معنویت هر چی میتونید استفاده کنید. یاد خدا، ذکر خدا، دعاهایی که وارد شده، توجه به مضامین این دعاها، تلاوت قرآن، نماز اول وقت، پرهیز از گناه، اخلاق نیک، در این ماه فرصت‌های بزرگی است که در اختیار ما همه هست. اما شما جوانها از این فرصت‌ها بهتر میتونید استفاده کنید، درست مثل این فرصت‌های مادی. یه میدانی رو فرض کنید، یه شاخصی رو در اون ته میدان گذاشتن، یه چیزی هم اونجا گذاشتن، به بنده حقیر و به شما میگن که هر کدوم زودتر رسیدید بردارید. خب کی زودتر میرسه؟ معلومه که شما جوانید، نیرو دارید، نشاط دارید، تا بنده بگم به خودم به جنبم شما رسیدید و برداشت. معنویت هم عیناً همینجوره، اینه بدونید. در معنویات هم شماها زودتر، راحتتر، سریعتر، شیرینتر میتونید به مقصود دست پیدا کنید. این کسانی که شما دیدید، انسانهای نورانی که در زمان ما بودن، خب مثلا مثل مرحوم آیت الله بهجت، باب مثال، یه انسان نورانی بود، پیرمرد،
و بسیار نورانی. اینا همون کسانی هستند که از جوانی، یعنی از همین سطح زندگی شما، مراقب خودشون بودن. اونایی که دیر به فکر میفتن توفیقاتشون کمتره. اونایی که اصلا به فکر نمیفتن از اون نورانیت و شفافیت و زلالی محروم میمونن، میشن مثل خیلی از آدمایی که در دنیا هست. این حرف اول ماست.